پیدا کردن گوردخمه ها همراه با جوغن مربع یا مستطیل در منطقه باستانی. با سلام و درود خدمت کوشگران عزیز. دوستان، یه موضوعی در مورد جوغن ها هست که این نکته رو خیلی از کوشگرها اصلا بهش پی نبردن. ببینید، جوغن مربع یا مستطیل 100% زیر خود همون جوغن یک گوردخمه رو به شما میده. شک نکنید دوستان، شاید که زمانی که شما این جوغن مستطیل رو پیدا بکنید اصلا ورودی رو شما پیدا نکنید، خب چون جلوی اون یا قسمت زیرین اون رو همراه با پلوم و سنگ تقریبا 2 یا 1.5 در 1.5 رو در قسمت جلوی خود در اون قرار میدن. دقیقا تو این تصویر که شما مشاهده میکنید دوستان عزیز به این شکله. و زمانی که بخوای ورودی رو پیدا بکنید، یک نکته خیلی راحت که من اول بهتون گفتم، زیر خود اون جوغن ورودی کار شما هست. یعنی شک نکنید جوغن مربع یا مستطیل باید به این شکل و به این صورت یک گوردخمه رو به شما بده. حالا بعضی از جوغن‌ها دوستان عزیز توجه کنید که در دیواره وجود داره. خب در دیواره ها معمولا گوردخمه داخل سنگ رو به شما میده که تقریبا 2 متر تا 3 متر فاصله داره تا خود ورودیش که با یه پلومپی اون رو ساختن. و جوغن هایی که در کف مثل این تصویری که شما مشاهده میکنید، این در کف، خب زمانی که طرف این رو پیدا میکنه باید زیر اون رو 1 متر 1.5 متر کاملا بیاد پایین تا به خود اون ورودی دست پیدا بکنه. پس بدونید که اگر که جوغن مربع مستطیلی رو شما مشاهده کردید 100% زیر اون ورودی شه. یعنی ورودی میخوره زیر خود جوغنی که دقیقا حکاکی شده. پس نتیجه میگیریم دوستان عزیز، جوغنی که در دیواره هست، تو صخره هست، گوردخمه تقریبا 1 متری تا 1.5 متری رو به شما میده. و گوردخمه هایی که با جوغن مستطیل همراه هست 100% یک گوردخمه تقریبا اتاقی رو به شما میده که هدایا و آیین تدفینشون هست.